قدرتمند ترین صدای پاپ ایران که ما ایرانی ها به نام آقای صدا میشناسیمش. ایران بیوگرافی امروز میزبان ابراهیم حامدیه، کسی که بیش از 50 سال با آهنگاش زندگی میکنیم. این زندگی نامه جذاب رو به هیچ وجه از دست ندیم. ابراهیم حامدی متولد 29 خرداد سال 28 و امسال 73 ساله شده. پدر ابی از اهالی عراق و مادرش از اهالی کلاک کرج بودند. او دوران کودکی خودش را در محله میدان فوزیه تهران سپری کرده و 4 خواهر و 1 برادر هم داره. ابی در سال 53 با فیروزه مقدادی ازدواج کرده و ازش صاحب 3 دختر به نامهای اصل، سایه و خاتونه که برای هر کدوم از اونها ترانه های جداگونه خونده. ابی 1 سال قبل از وقوع انقلاب در ایران برای اجرای کنسرت به آمریکا میره و با شروع انقلاب ناگزیر در اونجا موندگار میشه و دیگه نمیتونه به ایران برگرده. ابی پس از جدایی از همسر اول خودش با مهشید برومند ازدواج میکنه. مهشید یک پسر به نام فرشید داره که از همسر قبلی اوه. گفته میشه آغاز آشنایی اونها با یکدیگه در یک از اجراهای ابی در گوتنبرگ بوده. مهشید برومند مدیر برنامه های ابی هم محسوب میشه و در اکثر کنسرت هاش حضور داشته. ابی تا مقطع دیپلم تحصیل کرده و برای آوازخونی به هیچ کلاس تخصصی نرفته. آقای صدا به موسیقی یونانی علاقه منده و از خوانندگان محبوبش میشه به پیتر گابریل، فردی مرکوری، استینگ، بونو و جیم موریسون اشاره کرد. او هیچگاه توی خونهش تا به الان صدای آواز خوندن خودش رو گوش نداده و ترجیح میده به صورت زنده آواز بخونه و از شنیدن صدای خودش بیزاره. اهالی هنر او رو با تام جونز، خواننده سرشناس بریتانیایی که بیش از 42 آلبوم منتشر کرده و آهنگاش بیشتر از 100 میلیون بار در سراسر دنیا فروخته شده مقایسه کردن، با این تفاوت که ابی رو برخلاف تام جونز دارای تمایلات سیاسی هم میدونن. ابی در دوران نوجوانی با خوندن قرآن در صفای مدرسه به استعداد خودش در خوندن پی میبره. خود او در مصاحبه‌ای در پاسخ به این پرسش که خوانندگی رو چگونه آغاز کرده میگه از زمان 4-5 سالگی رادیو به ایران اومده بود، ولی ما اونقدر بودجه نداشتیم که یک رادیو بخریم، ضمن اینکه هنوز برق هم به همه جا نیومده بود. به موسیقی گوش میکردم و اون رو دوست داشتم. تفریح من در خانه خوندن بود، ضمن اینکه بارها هم گفتم که از کلاس سوم دبستان در مدرسه صبح‌ها سر صف قرآن رو با قرائت اجرا می‌کردم. خب این هم برای خودش یک نوع خوانندگی دیگه. ابی ابتدا در یک گروه دوستانه به نام سان بویز و سپس در باشگاه‌ها و کاخ‌های جوانان به صورت رسمی شروع به خوندن می‌کنه. او اولین بار در کاخ جوانان جنوبی به روی صحنه رفت. تجربه اولین اجرای رسمی ابی از زبان خودش شنیدنیه. اونطور که وی در مصاحبه نقل کرده، در اولین اجرا از فرط استرس نیمی از بدنش کاملا بی‌حس شده. ابی در همون دوران با شهبال و شهرام شب‌پره آشنا میشه. شهبال صدای او رو در سان بویز میشنوه و به وی پیشنهاد کار در گروه بلک کتس رو میده. او در کنار فرهاد، خواننده راک ایرانی، مدت 2 سال با گروه بلک کتس همکاری میکنه و مدت زیادی در کاباره کوچینی به روی صحنه میره. بعد از اندک مدتی ابی نیز نخستین ترانه مستقل خودش رو به نام آتش عرضه میکنه که برای فیلمی به همین عنوان ساخته شده. دومین ترانه او چرا چرا نام داره با شعری از مسعود هوشمند و آهنگی از حسین واسقی. اما سومین ترانه ابی که به گفته خودش باعث معروفیتش میشه ترانه است به نام شب با شعر اردلان سرفراز و آهنگ منصور ایران نژاد که برای اولین بار در شوی معروف میخک نقره‌ای از فریدون فرخزاد پخش میشه. به عبارتی میشه گفت فریدون فرخزاد کاشف ابی به حساب میاد. شما دوستان عزیز ایران بیوگرافی میتونید بیوگرافی دیدنی فریدون فرخزاد رو به وسیله لینکی که بالای صفحه ملاحظه میکنید تماشا کنید. مرسی از حمایت‌های بی‌دریغتون. مجله جوانان در شماره 10 خودش مطلبی رو تحت عنوان صدای ابی رانندگان رو دچار هیستریک سرعت میکنه منتشر کرده و در اون این مسئله رو مطرح کرده که صدای ابی به علت قدرت و انرژی فوق‌العاده‌اش که بیشتر جنبه حماسی داره رانندگان رو هنگام رانندگی دچار هیستریک و حرکات تند و خشن میکنه. ابی پیش از انقلاب تک آهنگای زیادی رو برای صحنه منتشر کرد ولی هیچگاه آلبوم مستقلی از او ارائه نشد.
آثار این دوره او بعد از انقلاب و در خارج از کشور بود که در قالب آلبوم‌های مستقل و به صورت کاست به بازار عرضه شد. در کارنامه کاری آقای صدا، همکاری با ترانه سرایان برجسته چون ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، منصور تهرانی و شهریار قنبری و آهنگسازان سرشناسی چون فرید زولاند، سیاوش قمیشی، واروژان، محمد شمس، شادمهر عقیلی، حسن شمایزاده، اسفندیار منفردزاده و بابک بیات به چشم می‌خوره. ابی در سالهای اقامت در خارج از کشور در بزرگترین سالن‌های بین المللی جهان کنسرت اجرا کرده که برخی از اونها کنسرت‌های خیریه بوده. در سال 2007 میلادی برای اجرای کنسرت همراه با ارکستر سمفونی آخن از ابی به شکلی ویژه دعوت به عمل میاد. این کنسرت از رادیو WDR به صورت مستقیم پخش و از تلویزیون همین شبکه نیز فیلمبرداری شد. از معروفترین کنسرت های خیریه اونیز کنسرت وی در رویال آلبرت هال در لندن در سال 2010 که اواید اون صرف کمک به بیماران مبتلا به MS میشه. ابی به خوندن ترانه هایی با مضامین سیاسی، اجتماعی و عاشقانه هم علاقه نشون داده. او ترانه های متعددی در مورد ایران خونده که بسیار از اونها دارای مضامین سیاسی اعتراضی و گاه بحث برانگیز بوده. از جمله این ترانه ها میشه به خلیج فارس، خانه سرخ است و بشکن اشاره کرد. ترکیب ملودی فرید زولاند و کلام شهریار قنبری و تنظیم منوچهر چشم‌آذر منجر به خلق ترانه‌ای با نام نون و پنیر و سبزی شد که میشه اون رو سمبل ترانه های معترض دوره خودش به حساب آورد. این ترانه با اجرای مشترک ابی و داریوش به عنوان یکی از ترانه‌های ممنوعه در سال‌های اوایل دهه 70 در ایران به صورت پنهانی دست به دست می‌شده. صرف نظر از مسائل سیاسی، او در ترانه‌های خودش به مسائل اجتماعی نظیر فقر، آزادی بیان و حقوق زنان نیز توجه نشون داده. ترانه‌های سیاه‌پوش‌ها و بانوی خاوری نمونه‌های مناسب از این دست هستند. از بهترین آهنگ‌های ابی میشه به خلیج، گریز، عسل، پیچک، قربت، قصه عشق، سفر، خانم گل و نازی نازکن اشاره کرد. از او بیشتر از 25 آلبوم موسیقی و بیش از 100 تک آهنگ به یادگار مونده. کانال ایران بیوگرافی به عنوان بزرگترین مرجع بیوگرافی ایران دسته‌بندی‌ها و ویدیوهای متنوع زیادی در اختیار شما قرار داده. لطفاً با سابسکرایب کردن کانال از اونها نیز دیدن کنید. امیدواریم که از دیدنشون لذت ببرید. در تیر ماه 99، ابی از طریق بنیاد خیریه خودش به اسم باتو از طرفدارانش خواسته بود کمک‌های نقدی خودشون رو به یونیسف اهدا کنن. ابی گفت تصمیم گرفتم در راستای این حرکت بزرگ و خیرخواهانه بعد از تقریبا 50 سال از آخرین باری که ریش‌های خودم رو اصلاح کردم و برای ایجاد انگیزه به افزایش کمک‌های مالی و مشارکت شما عزیزان در این کمپین برای دومین بار بعد از سال 1971 و به محض رسیدن میزان مشارکت به 10,000 دلار ریشه خودم رو اصلاح کنم. کامل وسته. بعد از جمع‌آوری کمک‌های نقدی، ابی در پست اینستاگرام خودش فیلمی از اصلاح صورت خودش گذاشت که اون رو به طور کامل زده بود و زیر اون نوشته بود پس از چندین دهه که از زدن ریش خودم خودداری می‌کردم، برای این کار هدفی تعیین کردم و گفتم تنها در این صورت حاضرم این کار رو انجام بدم، اما هرگز فکر نمی‌کردم به این سرعت کمک‌ها جمع‌آوری بشه و مجبور بشم برم جلوی آینه. ابی پیش از انقلاب 57 ایران نیز چندین ترانه اجتماعی و اعتراضی خونده بود، از جمله آهنگ شکار که 2 سال مانع از شنیدن اون در رادیو شدند تا اینکه این ترانه با کسب جایزه از جشنواره بین المللی آواز ترکیه به گوش همه رسید. ابی از همون سالهای آغازین پس از انقلاب و در طول دهه های اخیر با اجرای حدود 15 ترانه سیاسی یا اجتماعی دارای مضامین سیاسی به نوعی مخالفتش رو با حاکمیت فعلی ایران نشون داده. او در مصاحبه‌ای در شهریور 87 گفته بود اصلا نالازم ترین و سپس در ویدیویی اعلام کرد من حرکتی سیاسی در این زمینه انجام نمیدم. این صحبت‌های ابی باعث نقدهای زیادی از سوی طرفدارانش و مردم ایران شد، اتفاقی که باعث شد ابی بابت زدن اون حرفا عذرخواهی کنه. ابی در 2 فیلم در نقش بازیگر هم حضور داشته، یکی بوی گندم محصول سال 56 به کارگردانی محمد دلجو و امیر مجاهد و دیگری فیلم ناخدا با خدا محصول سال 52 به کارگردانی نصرت الله وحدت. او همچنین در کنار مهناز افشار و آرش به عنوان داوران پرشیاز گات تالنت هم حضور داشت.
ابی یکی از خواننده های ایرانیه که کمتر نکات منفی و حاشیه های هنری داشته و تمایلات سیاسیش باعث شده هیچگاه به سایه نره. از اینکه بیوگرافی آقای صدا رو تا انتها تماشا کردید از شما سپاسگزاریم. با سابسکرایب کردن کانال از ما حمایت کنید و نظرات و پیشنهادات خودتون برای بیوگرافی های بعدی رو در کامنت ها با همون در میون بذارید. ایران بیوگرافی، بیوگرافی آنانی که میشناسیم و نمیشناسیم.